حیامی دارم برای او... به اصطلاح اپوزیسیون در امریکا ما جمعی از ملت ایران از درون کشور ورود آقای روحانی رو به امریکا شدیدا محکوم می کنیم و از شما به اصطلاح اپوزیسیون می خواهیم بپرسیم ببینیم شما که خودتون رو نماینده و اپوزیسیون ملت ایران میدونین چرا نرفتین در یک کشور آزاد مثل امریکا که کسی برای شما مزاحمتی فراهم نمیکنه کسی به شما شلیک نمیکنه کسی به شما توهین نمیکنه یا ضرب و شتمتون نمیکنه چرا نرفتین اونجا تظاهرات راه بندازین آقای فخرآور شما که مرتب ادعا میکنیم که شاهزاده مزاحم کار شماست و فعالیت سیاسی شماست و نمیذاره شما فعالیت بکنید الان که شاهزاده دست و پای شما رو نگرفته بود چرا از اون میلیون ها طرفداری که ادعا کنید داری در داخل و خارج از کشور ده نفرشون رو برنداشتی بری در یک خیابون جمع بشی و چارت پلاکارد بنویسی و صدای مردم ایران رو منعکس بکنی در امریکا و در دنیا بر علیه کی داری مبارزه میکنی به جز بر علیه شاهزاده ایران آیا تو واقعا بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنی؟ آیا مبارزه تا حالا داشتی؟ آقای شهرام همایون شما که خودت رو رسانه ملت ایران میدونی و پرچم ایران رو به قول خودت پرچم شیر خورشید رو میذاری جلوت و میشینی برای ملت مرتب دروغ تحویل این مردم میدی و دم از مبارزه میزنی و جان از آب میکشی چرا نایمدی از اون تعدادی که برمیداری اونا رو میبری به مصر و به میامی و به کاباره و به بزن و برخص چرا ده نفر از همونا جمع نکردی با خودت یک چارت و پلاکارت بنویسین برین توی گوشه از خیابون بیستین و فریاد مردم ایران رو انعکاس بدین در امریکا و بگین که روحانی یک دیکتاتوره و مردم تحت ظلم و ستم هستند و این رژیم رو نمیخوان آقای امید دانا شما چی کار داری میکنی در امریکا؟ آیا نمیتونستی بلنشی چهار نفر رو برداری و یک پرچم شیر خورشید دستت بگیری و بری اونجا و مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر جمهوری اسلامی داد بزنی؟ میتونستی ولی نکردی چون خودت یکی از همون مزدوران جمهوری اسلامی هستی آقای سید محمد دلغک خوشگله چرا بلند نشدی بری یک اکسیون راه بندازی اکسیون رنگ یا بمب یا بمب صوتی یا هر چی که به مردم مرتب دستور میده اینا رو بسازن توی ایران چرا دوتاش خود درست نکردی بری توی همون خیابون و اونا رو پرتاب بکنی به سمت آقای روحانی و بگی که نماینده مردم ایران هستی و صدای ملت ایران رو برسونی و از اینها بخواهید که به شما توضیح بدن که چرا پول مردم گرسنه ایران رو بر میداره آقای روحانی میاره در امریکا و در هتل هیلتون زیافت شام برای هزاران نفر اونجا راه میندازه از همون مزدوران جیره بگیری که خودش به اونجا صادر کرده شماها واقعا اپوزیسیون هستین شماها ننگ ما ملت ایران هستین شما نه نماینده ای ما هستین نه اپوزیسیون ما هستین و نه صدای ما هستین شما یک مشت جیره بگیران صادراتی وزارت اطلاعات هستین که همه رفتین اونجا و نشستین دارین از منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنین تمام مخالفت و به اصطلاح مبارزه شما بر علیه ملت ایران و بر علیه شاهزاده ایرانه من میخوام از شما اینجا بپرسم ای مردم از این اپوزیسیون بپرسین کی اینجا الان دشمن ملت ایرانه آیا شاهزاده است که دشمن ملت ایرانه یا آقای روحانی آیا باید بر علیه شاهزاده قیام کرد و مبارزه کرد یا بر علیه دیکتاتور آقای روحانی و جمهوری اسلامی پس چرا این به اصطلاح اپوزیسیون ما فقط همه نشستن دارن شاهزاده ما رو میکوبن ولی الان هیچ کدوم صداشون در نیامد چرا هیچ کدومشون نرفتن اعتراض بکنن قبل از ورود روحانی یا در زمان ورود روحانی به, به امریکا توی امریکا که کسی به اینا کاری نداشت که کسی که نمیرفت نمیرفت بهشون بگه شما چرا اومدین تظاهرات میکنین آیا اینا واقعا نماینده من و شما هستند نه آقایون من به شما میگم که شما نه نماینده مردم ایران هستین و نه اپوزیسیون ما هستین و ننگ بر شما شما هرچی بیشتر میگذره اون چهره کثیف خودتون رو بیشتر به این ملت نشون میدین و بعد از این اجازه ندارین به اسم ما ملت ایران خودتون رو معرفی کنین و خودتون رو اپوزیسیون ما احتیاج نداریم به اپوزیسیونی مثل شما که بر علیه ما کار میکنه مزدوران رژیم جمهوری ننگین اسلامی ننگ بر همه شما ها. و مرک بر جمهوری دیکتاتوری داعشی اسلامی ایران و رئیس جمهورش آقای روحانی و اون ولایت وقیهش آقای خامنه ای.